در 23 ماه دسامبر سال گذشته میلادی و اولین دوره فراغت دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس بود که مسئولان در این مؤسسه از نبود یک مکان مشخص لب به شکایت باز کردند. اما حالا مسئولان در بادغیس میگویند که سنگ تعداد ساختمان تحصیلات عالی این ولایت با حضور مقام های بلند پایه بادغیس گذاشته شده است. این ساختمان با هزینه 45 میلیون افغانی از سوی هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسئولان محلی در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت گذاشته شده است. است که یک تعمیر تدریسی برای مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس اعمار بشن. مدت اعمار از این مدت 2 سال هست. بودجه که برای تعمیر در نظر گرفته شده 45 میلیون افغانی هست و این که است تا 3 منزل ساخته میشه. تعداد اتاق از اینا در حدود 37 اتاق است که در اینجا داخل ساخته میشه. بودجه از طرف کمک های هندوستان تمویل میگه. رئیس مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس میگوید که با تکمیل شدن کار این ساختمان مشکلات دانشجویان از رهگذر نبود مکان مناسب درسی برطرف خواهد شد. با این حال شرف الدین مجیدی رئیس دفتر والی بادغیس از ساخت تعمیر مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس اظهار خوشنودی میکند و میگوید زمینی که برای ساخت این مؤسسه در نظر گرفته شده است از سوی قوم چاکر ادا شده است. این زمین در حدود 35 گریب زمین که اقوام چاکر بخاطر احداث پانتون دولتی ما اهدا کردند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که شمار زیادی از ادارات دولتی در بادغیس بدون ساختمان اداری امور معاوله خیش را به پیش برده و سالانه مبلغ زیادی را بابت کرایه هزینه می نمایند.